علاقمندان به هنرهای نمایشی در برادوی پایتخت تئاتر دنیا حالا میتونن به تماشای اثری بنشینند که بر اساس و اقتباس از رمان باد بادکباز نوشته خالد حسینی برای صحنه نمایش تنظیم شده. به زیبایی های این اثر باید حضور هوشنگ توزیع نویسنده و کارگردان ایرانی تبار رو هم در مقام یکی از بازیگران این اثر افزود. باد بادکباز درامی شرقی با بنمایه قصه مهاجرت است که در آن قصه زندگی مردمی رانده از وطن و بی سرزمین مانده روایت می شود. قصه ای که علاوه بر مردم زجر کشیده افغانستان برای بسیاری از دیگر ملل جهان ناشنا نیست. هوشنگ توزیع نویسنده، کارگردان و بازیگر ایرانی که خود به واسطه انقلاب سال 1357 تجربه مشترکی از قصه مهاجرت دارد و اکنون نیز به عنوان یکی از نقش‌آفرینان باد بادکباز به صحنه برادوی آمده، به صدای آمریکا میگوید: من وقتی از ایران به آمریکا آمدم در نیویورک بودم، 5 سال زندگی کردم و آرزوم بود که برم به برادوی. اینجا به قول معروف مراتب داره. I'm going to run that blue kite for you. Come back with it. For you. Off Broadway و برادوی. من تو آف برادوی در لاماما اومدم و آرزوم بود که یه روزی در تئاترای برادوی به عنوان بازیگر شرکت بکنم و هرگز اتفاق نیفتاد. اما حالا بعد از 35 سال بدون که تلاش خارق العاده کرده باشم اومدم و در نمایشی به نام The Kite Runner یا باد بادک باز اثر آقای خالد حسینی بازی دارم میکنم. نقش جنرال طاهری رو بازی میکنم. خب من در فیلم های آمریکایی، در سریال های آمریکایی و در فیلم های ایرانی بازی کردم، ولی خونه اصلی من تئاتره. از نوجوانی در تئاتر بودم. اینکه الان در برادوی در یک نمایش میرم روی صحنه میرم و به خصوص امشب شب اوپنینگ، یعنی رسما تبدیل میشم به برادوی اکتر، بازیگر برادوی. برای من روز بسیار بزرگیه. این روز با تمام بازیگران ایرانی قسمت میکنم، به خصوص که امروز همسرم شوره، دخترم تارا میان و شاهد این شب خواهند بود. با اینکه برادوی با تئاترهای موزیکال عامه پسندی شناخته میشود که بعضن قدمت اجرای آن به بیش از 30 سال میرسد، اما حضور 17 هفته‌ای درام باد بادکباز با 120 اجرا نویدبخش استقبال قابل قبول مخاطبان آمریکایی از یک درام شرقی است. We are so proud of you, Baba. حسین، خیلی بهت افتخار می‌کنیم.